خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مورد مطبوعات این هفته از واکنش‌ها به آزاد شدن نفتکش ایرانی در جبل الطارق خواهیم گفت تا جدال رؤسای سابق قوه قضاییه ایران و البته نزدیک شدن تاریخ رفتن خانم‌ها به ورزشگاه. سلام آقای بهنود، گویا بالاخره این مقاومت مدنی، مبارزه مدنی رفتن خانوم ها به استادیوم داره جواب میده و شاهد این خواهیم بود در آینده که حداقل برای بعضی از بازی ها و بازی ملی خانوم ها میتونن وارد استادیوم های ورزشی بشن. بله، یه گام بزرگی برداشته شد. به نظر میرسه که همونطور که روزنامه ها منعکس کردن، خوب است که بهشون تبریک گفته بشه. خیلی هم همساز نیستم با کسایی که همش رو به عهده فشار فیفا میگذارن. به نظرم خود کوششی که خانم ها کردن در این سال ها نتیجه اصلی از اونجاست. بریم روزنامه کیهان رو ببینیم که داستان نفتکش آزادی نفتکش ایران رو دیده. مقاومت 20 مذاکره 0. خب این همون روزی است که دادگاه جبل الطارق رأی داد و معلوم شدش که به هر حال مذاکرات و فشار دیپلماتیک ایران اثر گذاشته و نتیجه رسید. از اون روز بعد می‌دونید در طول هفته این کشتی تفلک سرگردون 1000 تا گرفتاری پیدا کرده، 1000 تا حرف زده شده، گفتگو شده و اینا. اونا رو نایده بگیریم چون اونو نمیدونسته موقعی که اول هفته منتشر شده کیهان. ولی این که مقاومت 20 مذاکره 0 در این مورد به خصوص که داریم ازش صحبت میکنیم، یعنی مثلا اگر که در مورد کشتی بریتانیایی در کنار آب ایران بود، اونجا میشد یه همچین حرفی رو زد چون برای اونجا دیپلماسی حضور نداشت. ولی اینجا که فقط دیپلماسی حضور داشته، بنابراین دیپلماسی که حضور داشته 0 مقاومت 20 برای ماجرایی که هنوزم به ته نرسیده. و بعدش هم خب مدام اصرار بر این که انگلیس با این چیز تحقیر شد، نمیدونم به خفت و خاری. خلاصه بگذاریم، روزنامه بعدی شهروند رو ببینیم. روزنامه اجتماعیه، بسیار خوب و به نظر میرسه عنوان روزنامه اجتماعی هم دارن خوب کار میکنن. هم مسئله پیرانوند رو که داره جایزه کار خیلی خودشو در مسابقات آخری جام جهانی میگیره، گرانترین ستاره ایرانی لیگ آینده است. هم اینجا داریم میبینیم که آقای تنومنده رو که به اصطلاح اصل کاری سریال پایتخت بود، آنقی معروف، بله اونجا، بعدم این چرکت ها، بعد اون بالا رو هم بگین شما. یک گزارشی میده، بررسی میکنه مانور سلبریتی ها در وادی ادبیات. حالا جدای از این داستان و از هنرمندان شناخته شده سینما و تلویزیون، میگه که اینکه کتاب منتشر میکنن آیا اتفاق خوبیه یا نه. نکته دیگه ای هم که در روزهای گذشته خبرساز شد، استفاده سلبریتی ها از آمبولانس ها برای رفت و آمد در سطح شهر بود. این هم کلی واکنش های زیادی داشت. اما میخواییم بریم سراغ دومی که میگین یه عکس بود، ولی این که این سلبریتی ها در وادی ادبیات چیکار میکنن به نظرم میذاره سرخیست. مگه میشه که شما یه فضایی رو به روی آدم های ببندی، بگی مثلا سلبریتی ها توی کلوب تنیس چیکار میکنن؟ همه جای دنیا مگه کم تو میز کتاب فروشی های دنیا؟ شیلا خدادادم هم همینو گفته، گفته چه ایرادی داره شهرت من پشوانه کتاب خونی بشه؟ آره نه، به هر حال مردم هم که باید انتخاب بکنن که اون کتاب خوبه یا خوب نیست. خیلی وقت هم اتفاق افتاده که کردن این کارو و کتابشون خوب نبوده، مردم هم نخریدن. اما گزارش مهداب جودکی درباره حادثه سی کمتر راجبش حرف زده شده، یعنی یک شبی در هفته گذشته که در ده نمک گرمسار رفتند آدم های علاقمند به آسمان و ستاره، خودشون رو از گیر نئون بیرون کشیدن. مثل که شهاب بارون بوده. آره، و رفتن اونجا که ببینن. همون گزارش خوبی، همون تیتر سهراب هم استفاده شده، گرچه موضوعی که داره میگه در حقیقت قتل نئون به دست مهتاب است. بله. بریم روزنامه اعتماد رو ببینیم با تیتر جدال شیخین که واقعا تمام
این روزها واکنش ها به دعوای کلامی بین آقای لاریجانی و یزدی خیلی شدید بود. ولی به نظرم میرسه که دعوا بین علما و کسایی که به اصطلاح خودشون صاحب انقلاب میدونستن یا میدونن هنوز کم اتفاق نیفتاده در طول 40 سال جمهوری اسلامی، فراوون بوده، انقدر دیده شده که چیز نداره. انتقادها، پشیمونی‌های بعدی، فلان اینا، عوض کردن سنت ها برای نشون ندادن اون اختلافات زمان خود، اینا هم از خود خاطرات آقای هاشمی بیشتر. خب من فکر می‌کنم سیاسی بوده یه چیزای اینطوری، ولی اینکه الان دیگه همه چی در مورد فساد و اقتصاد و کارهای پشت پرده این بوده و یه ذره آره، ولی به نظر میادش که از دیدی که آقای عبدی نگاه کرده که بهشون میگه که لطفاً کمی آهسته تر به این دو تا بزرگوار، اصلا فقط هم آقای عبدی نبود، آره میگن همه به شکل‌های مختلف میگن. آقای عبدی ذره تو دیتیل رفته و اینکه اینا به حال خودشون 10 سال هر کدومشون، حالا آقای لاریجانی ذره کوتاه‌تر، اونجا بودند و حالا هر کدومشون هم یک، اینم یه عادتی شده است در جمهوری اسلامی که در حکومت دیگه یادمون نمیاد بوده باشد، همه افرادی که وارد حکومت میشن میرن یه جستایی شبیه آقای احمد نژاد و بقیه دارن که من یه اسراری تو جیبم دارم. اینا طبیعتاً خب مخالفین حق دارن بگن آقا اونجا چه خبره که همه از هم اسرار دارن. بعد آخه واقعا من نمیدونم، مثلا در مورد فساد اقتصادی این خیلی چیز جالبیه که آدم بگه من مخزن الاسرار هستم. آره به اسرار دارم، بعدم رئیس قوه قضاییه هم بودم و هیچ کاری نکردم، اونا گشتم تو کیفم نگه داشتم و اینا. خب پیام خیلی خوبی است برای مخالفین جمهوری اسلامی که متوجه بشن که یه همچین اتفاقی افتاده. به نظر پیام خوبی است برای کسانی که فساد میکنن. بریم روزنامه ایران رو ببینیم آقای بهنود، و اینم باز خبر میده از سخنگوی دولت که گفته امکان ورود بانوان به ورزشگاه ها برای دیدارهای تیم ملی هست. و این اعتراض به سگ‌کشی هم فارغ از اینکه این فیلم مال قبل بود و الان بود و به حال شهرداری هم واکنش نشون داد و اینا، ولی نشون دهنده این است که به حال یه اتفاقات جدی باز زیر فشار جامعه مدنی میفته، به خاطر اینکه هم شهرداری تهران قضیه رو بهش با برخورد تند باش کرده هم بقیه. ولی بازم مثل همه چی، یعنی شهردار کهریزک بود اگه اشتباه نکنم گفته بود که من شکایت میکنم از آقای پرستویی، و این بحث بود که به جای اینکه به این رفتاری که شده با حیوانات در واقع براش یک راه حلی پیدا بشه، باز با کسی که اومده و این رو اطلاع رسانی کرده. معترضین که معتقدن مثلا فرض کنید سگ نجسه و هیچ حجن و نزدیکه اونو که یه شبه که به صفر نمیرسن که یواش یواش. بنابراین همینقدر که فضای عمومی اجازه تا اینجا رفتن داده خوبه. در این حال توجه داشته باشید اینجا این برداشتی است که بعد از تحریم آقای ظریف توسط آقای ترامپ این پیش اومده و نشریات دیگه دنیا هم نوشتن. این سفری است که ایشون رفته بود در سوئد و تیترش رو روزنامه ایران زده بی‌اعتنایی اروپا به تحریم ظریف، که غلط هم نیست. کشور اصولا نمیدونم که کدوم کشور دنیا دیگه هم چیزی استقبال کرده است. آرمان ملی رو ببینیم، درهای گشوده آزادی به روی زنان. خوبه که اولا به این بهانه صفحه اول خودش رو شاد کرده و بعدم اون خبر رو که هنوز اتفاق نیفتاده ولی به حال تصمیماش معلوم شده از پیش رو هم اونم تیتریه کرده در مورد حضور خانم ها در استادیوم ها. اینجا که داریم به در واقع این خبر خوب اشاره میکنیم، شاید یه اتفاق عجیبی هم که افتاد در هفته گذشته این بود که بیدود، شرکت بیدود که کرایه میداد دوچرخه ها رو، الان اینطوری شده که اگر کسانی برن و جنسیت زن رو انتخاب کنن دیگه نمیتونن در واقع دوچرخه رو بگیرن از اون شرکت، در حالی که قبلا یعنی حتی تبلیغاتی که خود شرکت کرده و فیلم هایی که ازش هست نشون میده که دخترها و خانم ها به راحتی میتونن دوچرخه بگیرن و برن. آیین نامه هم که داده شده هم رئیس قوه سخنگوی قوه قضاییه قبلا گفته بود که این قانون نیست، هم شهردار تهران گفته بود که این قانون نیست. یه بحث دیگه هم اون رونمایی از ریال پارسا است که حذف صفرها از ریال و اینکه حالا اسمش رو گذاشتن پارسه، باید بدید در واقع واکنش مجلس چه خواهد بود. بله دیگه، چون این بحث خیلی جدی شد بعد از اینکه اومد، چون اگه قرار بودش که این صفر برداریم تومن رو نگه داریم، این از قدیم مخالف وجود داشته برای اینکه تومن رو واحد پول بشناسیم. از طرف دیگه ریال تنها هم خب با ریال کشورهای همسایه عرب
تداخل پیدا میکنه. اوردن یه چیزی مثل دریک پارسه اینا یه ذره هم چیزای ملی داره. آخه یه چیزی که از نه آدم ها در ایران میگفتن ریال، همیشه میگفتن تومن. حالا اینکه مخالفت تومن هم بذاره فاصله بگیریم بد نیستش. خب بریم سراغ برگزیده های این هفته. روزنامه شرق را آوردین با گزارشی از فهرست سنگین ترین وثیقه های ایران. من از این گزارش احساسم این است که این گزارش رو روزنامه شرق تهیه کرده. اگر احساسم که دلایلی هم برایش دارم درست بوده باشه، نوشته گزارش شرق از 10 پرونده قضایی با بالاترین میزان باشه، اون وقت باید یه موضوع مهمی رو مطرح کرد. چون من دیدم بیشتر خبرگزاری خصوصی که وجود داره این گزارش رو دادن به اسم خودشون، بعد از روی همدیگه که برداشتن بر اساس اینکه موقعی که برداشتن از کجا برداشتن، این نوشته زیرش که آفتاب نیوز خبر داده، اون گفته انصاف نیوز خبر داده، اون گفته انتخاب خبر داده، همینطور چرخیده. و این شرق اگر تهیه کننده اصلی بوده باشه که چنین به نظر میرسه، خب حیف شد این وسط حقوقش خورده شده. اما خود موضوع به هر حال همه میدونن که این مبارزه با فساد خب بالاخره در یک سال گذشته جدیتر از همیشه شده و دیگه اصالت این که کوچیک ها باشه و رقم های کوچیک باشه کشیده خودشو بالا. از اون طرف خب به هر حال پول ملی هم که میدونیم تکلیفش چی هستش، سفرام که میدونیم تکلیفش چیه، در نتیجه به همین نسبت وثیقه ها هم رفته بالا. یعنی وثیقه ای که مثلا توضیح میده بسته به قاضی داره، بسته به نوع مثلا اتهام داره، بسته به اینکه کیه داره اینا، ولی چه رقمایی؟ آره رقمای عجیب غریبی هست. رقم هم بیشتر ماری که دوریم یه ذره متعجب میکنه، وگرنه اون پوله انقدر ارزشش در مقابل چیز کم کرده که الان یه رقم‌هایی گفته میشه یا دیده میشه یا حرف زده میشه در عمل میاد که در دوره ما مثلا 1000 میلیارد واقعا یعنی چی وثیقه؟ وقتی که آدم یادش بیاد که این 1000 میلیارده در حقیقت همون مثلا 30 میلیون سابقه، بعد دیگه به ماها که رسیده بود در همین حدود 100 میلیون اینا بود، بیشتر از اینم توی شونه‌های ما جا نمی‌گرفت. ولی الان نه دیگه، الان مثلا معاون رئیس جمهور اونجا چقدر 500 میلیون؟ نه برادر معاون اول رئیس جمهور آقای مهدی جهانگیری اول 6000 میلیارد بوده، بعد مثلا بخشیدنش کردن 1000 میلیارد تومان. هزار یا من فکر کردم 100 میلیارد. نه 1000 میلیارد. و این بزرگ سنگین وزنا که دیگه جای خود دارن که همینطور، بعد دیگه همینطوری رقمای عجیب غریب پر دیگه. بسیار گزارش خوبیه. بله خب بریم سراغ مجله ها و اندیشه پویا. الان در این شماره که در خدمتتون هستیم چند تا اتفاق افتاده، از جمله اینکه دارید میبینید که عکس آقای حسین علیزاده هست. یک بار دیگه این پرونده موزیک با اهمیت ایرانی که در موقع انقلاب باز شد و در حقیقت انقلاب موسیقی رو به طور کلی نفی کرد، ولی ببخشید حضور کسایی مثل آقای ابتهاج، مثل حسین علیزاده، مثل مرحوم لطفی، مثل مرحوم مشکاتیان، این جمعه که جمع خیلی خوبی هم بودن، به هم چفت شده بودن و روزهای اول انقلاب سرودهای فوق‌العاده، یا البته ما نباید بگیم سرود، مقصود همون ترانه است، ترانه‌های فوق‌العاده‌ای ساخته شد، ملودی‌های فوق‌العاده‌ای اومد. بعد این جمع ها نموند، مثل همه جمع هایی که با هم میمونه نموند، به آقای لطفی رفت یه مدتی چیز شد، مشکاتیان خیلی زودتر از اون که باید فوت شد، اتفاقاتی افتاد. روایت های مختلفی ازش وجود داره. حالا یک روایت هم این روایتی خواهد بود که آقای علیزاده که خب در تمام مدت هم بوده میگه، غیر از این که در اونجا به فشارهایی که به خودش اومده بسیار اشاره میکنه، دربارش حرف میزنه، درباره اینکه اصلا چرا مترصدین شد که به طور کلی همه کارا رو ول کنه، و خلاص ساواک چقدر در زمان گذشته ساواک چقدر از اذیتشون کرد، و همه اینها یه مصاحبه خیلی مفصل و کافی هست. یه پرونده باز کرده درباره روشنفکران عصر اعتراض که تا اینو میگین طبیعتاً فرانسوی یاد سارت میافتن، ایرانی‌ها یاد جلال آل احمد، و این سال‌های اخیر هم که خب تقریباً همه با جلال آل احمد مخالفند. این مقاله خوبی هم از زیدآبادی نوشته که معتقده که بدآموزی اول رو فردید کرد. بذارید این نکته رو بگم نگفته رد نشیم، که در اون قسمتی که معمولا یک مجله گذشته رو کتاب کوچه بررسی میکنه، کتاب کوچه، در اونجا این دفعه الفبا رو، الفبا اون مجله
به اصطلاح تاریخی شده است که با کمک نشر امیرکبیر ساعدی در آورد و این حادثه مهمی بود. الف با آقا جعفری اومد پشتش که البته محمد رضا اصل کاری بود، فرزندشون که الان هم هست باش گفتگو شده در این باره و همشون درباره خود ساعدی حرف میزنن، مدیریتش اینا. نکته غم انگیزی که محمد رضا جعفری میگه بگو که رفت زندان و زندان که اومد بیرون، که این همون موقعی است که شاملو هم توی شعر اینو میگه دیگه ساعدی سابق نبود و همجد ماها آماده بودیم که ادامه بدیم الفبا رو، ولی او اومد گفت دیگه نمیشه. یه نکته کاری، یه کار جالبی هم کرده تو همین بخش، اینه که تیکه تیکه از نویسنده هایی که اون زمان با الفبا کار میکردن اشاره کرده که چه مقالاتی در مورد چه چیزایی تو چه مثلا شماره هایی نوشتن. تو همین بخش هم یک مقاله خوندنی ترجمه شده از آقای عبدالله کوسری هست، مقاله از ماریو بارگاس یوسا که این نوشته که در مورد اینکه چرا روشنفکران در این از ذلیل و پادرهوا شدند. بسیار مطلب خوندنیه و چون خیلی مفصله، دوستانی که از یوسا خوششون میاد و از ترجمه های آقای کوسری توصیه میکنیم که برن بخونن. مجله بعدی مدیریت ارتباطات، حالا اسمش یه ذره عجیب نیست؟ شاید به همین دلیله که ما کمتر مدیریت ارتباطات رو دیده ایم، ولی واقعیتش اینه که این شماره رو که دیدم یه ذره جا خوردم، چون خیلی نشریه زنده است با اون اسم خیلی تعریف نمی‌کنه. مثلا اگه اسم این نشریه الان بود آسمان آبی، خب ما خیلی می‌خوندیم نشریه اجتماعی که راجع به مسائل مختلف از اولش تاثیرگذاری کافه نشینی بر جنبش‌های اجتماعی مثلا، بعد مثلا در مورد غذا و خورد و خوراک مثل اینکه پرونده داره. و این پرونده اصلی اون وقت این جایی است که به موضوع از رو جلد هم معلومه دیگه، چون مغز آدمیزاد رو پر از غذاهای و اینو ساده نگیری، یعنی به این سادگی که داریم و از کنارش رد میشیم نیست. یعنی شما وقتی که میاد بگید که مثلا فرض کنید که قهوه یا چای تأثیرش توی ارتباطات جامعه چقدره، چیه؟ یه گزارشی ریحانه جولای نوشته، یه گزارش میدانی است از زندگی متفاوت دو زن در کافه های تهران که تیتوش زده به خاطر یک فنجان قهوه، یا به گزارش دیگه هست راجع به این برنامه آشپزی تلویزیون، تأثیرهای هر کدوم از اینا، حتی آشپزی های جهان، بردن، نمیدونم شخص، کسایی که معروفن شما میشناسیدشون اینجاها تو انگلیس خیلی معروفن، اونها رو معرفی میکنه از جمله این ورد. این اواخر چون رفته بود به ایران ورد خیلی دیده شد، غیر از این که حالا شما هم سریالشو پخش کردید. بله. یه مصاحبه خیلی خوندنی هم داره با سهراب دریابندری در مورد شکلگیری کتاب مستطاب آشپزی نجف دریابندری، و سهراب در این مصاحبه انقدر چیزای خوندنی از پدرش میگه. واقعا کسانی که نجف دریابندری رو به عنوان خوب مترجم و یا حتی به عنوان نویسنده کتاب مستطاب آشپزی میشناسن، یک عالم خوردریز از زندگی شخصی این آدم. بعد مثلا میگه که ازش پرسیده بود که اصلا اولین بار کی این ایده شک گرفته و اینا، میگه مثلا سال 1330 بوده ولی کتاب 72 سال 79 منتشر شده که احتمالاً 50 سال حالا این شکلگیریش طول کشیده، و میگه 10 سال آماده سازی کتاب طول کشیده. به اینکه استاد نجف مادرش بوده اشاره میکنه، حتی به معماری خونه که میگه معماری خونه ما خب یه ذره خاصه، و اینکه آشپزخونه چه نقشی در معماری اون خونه داره، و به مادرش یعنی فهیمه خانم که نقشش در این ماجرا چی بود، که بعضی از این نقش ها رو ماید اوائلی که آقای درمدری شروع کرده بود این کاری کردن، خدا بیامرز فهیمه هی چیز میزد، هی قر میزد یا شوخی میکرد با این موضوع، شوخی میکرد، هی میگفتش که این خواننده های مجلات از دست خلاص شدن، هی ترجمه میکردی دیگه انشالله میگیری میشینی آشپزی میکنی، از این شوخی ها میکرد، ولی شوخی های تحریک آمیزی بود. یه نکته جالب دیگه هم توی بگم، این مقاله که میگه که نجف دل خوشی از گوجه فرنگی نداشته و میگه اینو به زور وارد زندگی ما کردن، و بعدش هم مثل اینکه به مایکروویو میگه موج پز، فارسیش کرده بود. یک مقاله خیلی کوتاهی هم مریم شبانی داره، چون توی اندیشه پویا یاد مریم نکردید، بنابراین اینجا باید یادش بکنیم، که نوشته راجع به این که تو اینستاگرام اینایی که دائما عکس غذا میذارند
درباره عکسایی است که توی شبکه‌های اجتماعی از قضایی رو میذاری. الان اینطور شده من تا یه جایی میرم خواهم عکس بگیرم، شوهرم میگه باز میقراره بره توی اینستاگرام. عینن عباس کاظمی، از قول عباس کاظمی گفته است که عکسایی که امروز با کمک تلفن دستی ما گرفته میشه در بیشتر اوقات صرفا نمایش دادن و خلق یک جهان بصری هستش. دکورا چیده میشه، همه چی آرایش پیدا میکنه و لاینا بعد گرفته میشه. این واقعیت زیادی یعنی نداره. خب بریم مجله ناداستان رو ببینیم. واقعا مجله خوب ناداستان که این شمارش ویژه سفر هست. بله، این دفعه تاکیدش بیشتر رفته توی سفر و اینم تاکید خوبی است، ولی به نظرم میرسه که هم بچهای ناداستان و هم سان که در حقیقت یه جوری دو قلو هم هستن یواش یواش ناگزیر میشن که بستگی خودشون رو به یک سوژه تنها کم کنن، چون بسیار مشکلی. یعنی واقعا تا الان هم که رفتن خیلی کار مشکلی است که دارم میکنم، ولی چند تا نشریه دارم میکنم، حوالی هم داره میکنه، نشریه دیگه هم اصلا چیز محوری درست میکنم و همون میمونه. این شماره بگم که در مقدمه محمد طلویی یک مقدمه نوشته از عشقی که به سفر داشته از بچگی، از 14 سالگی، و به همین جهت میگشته ببینه که چجوری میشه سفر کرد. یکی از راههایی که پیدا کرده بوده این بوده که اگه یه جایی باشه که اصلا داوطلب کارگر بگیرن، یعنی نخوان که حقوق بدن، از این کارهایی که میکنند و اینا، تو بیشتر تو مزارع هست دیگه. میگه که رفتم و گشتم و خلاصه جایی کتاب راهنمایی پیدا کردم و اینا، و شرکتی بوده واسطه شده. من به همه اینها 30-40 تا نامه نوشتم از روی فرمی که همون مجله چاپ کرده بوده، برای همه اینا فرستادم، هیچکی جوابو نداده. بعد معلوم شده که دلایلش اینه که 14 سالشه. بالاخره یکی از اینا جوابشو داده که یه ایرانی بوده، اونم تو آلمان، که جواب محمد طلویی رو داده و گفته که آقا تو کوچولوی دیگه ولمون کن. بعد این منتظر مونده که به اون سن 18 سالگی که او خواسته برسه، که بعد اونجا گیر سربازی افتاده. اینا با این مقدمه شروع کرده، ولی چون به حال سردبیره ناگزیر در سر مقاله رسیده به روزه همه که واقعا دست ده همه رو در آورده، یعنی کاغذ. بحث کاغذ. یه مطلب خیلی خوبی هم همین آقای طلویی داره در مورد سفرش به سوریه. خیلی خوب میگه سفر به منطقه جنگی یه جور معامله با مرگ. و وقتی من داشتم اون مصاحبه، یعنی اون نوشته رو میخونم، واقعا یاد تعریفایی که بعضی وقتا نفیسه وقتی میاد لندن میکنه و چقدر هر لحظه سفر به این جور مناطق میتونه دلهره‌آور باشه. خب آقای بهنود، بریم کارتون آخر رو ببینیم. مهدی عزیزی نوشته آپشن هایی که از خودروهای ایرانی آب میروند. اینکه این داستان خیلی جدی شده که ماشین هایی که میفروشن برای اینکه قیمتی که اعلام میشه مثلا فاصله باش پیدا نکنن، گفته میشه که تقلباتی که نوعاً صورت میگیره اینه که ماشینی که میدن بعد هی میگه مثلا فلان چیز چرا نداره، نمیدونم بحث با کن چرا طول میکشه تا بعدن اونا هم تکمیل بشه. میگه که آپشنه یعنی اینکه باید پول اضافی بدی. یعنی بنابراین این به جای بامزه ای رسیده. اول شروع شد از اینکه مثلا فلان چیز تزئینی، خب آپشنه. چیزه فقط مثل اینکه مختص ایران واقعا. آره چیکار کنیم؟ خب دیگه مثل اینکه حتی دیگه چرخاش هم آپشنه. آره دیگه چرخ و اینا نداره، میگه که خلاصه اینقدرم خودت اینقدر اونق بازی در نیار دیگه. یه زه دور در میخواد که اونم خودمون میخریم. آره دیگه آسون بگیریم رد چیم. این مطلب آیدین سریع من بخونم. بله. عالی بود. یکی از موضوعاتی که چند وقت ذهن بنده رو درگیر خودش کرده مسئله فرزندآوریه، و میگه تو زمانهای قدیم خیلی پیچیده نبوده، بالاخره زن و مرد ازدواج میکردن، بعد از یه سال دو سال حالا اینا بالاخره بچه دار میشدن، بعضی وقتا تو همون عروسی که نشسته بودن هی ساعتشون رو نگاه میکردن، 9 ماه بعد بچه دار میشدن. اما الان داستان خیلی فرق کرده، حالا بچه به دنیا میاد، یعنی حالا الان مگه میخوان چی کنن؟ باید هی تصمیم بگیرن، بحث کنن که آیا در این دنیا ما باید یکی رو بیاریم نیاریم چیکار کنیم. خلاصه بعضی وقتا سالها طول میکشه تا این بحثا به نتیجه برسه، بالاخره تصمیم میگیرن که یک بستری فراهم شده و بچه بیارن. اما میگه که وقتی که این تلاش‌ها رو می‌کنیم به هدفمون برسیم، یک چیزی میگه برای تحقیق این اهداف به قول هادی حیدری یه بستری فراهم شده به اسم اینستاگرام.
حالا بچه دنیا اومده و برنامه‌های ما براش شروع میشه. همون اول بسم الله محض اینکه پرستار میکوبه پشت نوزاد، صفحه اینستاش رو راه میندازه. خلاصه و این صفحه یک وارد یک مسیر فانتزی تخیلی میشه. گاهی وقتا از بچه نقل قول میکنیم، از بچه که هنوز هیچ چیزی نداره. بعد مدام کپشن های مختلف، مثلا نوزاد چی کار کرد، چیا رو کشف کرد، چیا رو نکرد، و از سوال های خلاصه اصلا آدم شب بیخواب میشه. حالا این به کنار، بچه بزرگتر که میشه، میشه آلت دست پدر و مادر. کافیه بنده خدا از دهنش در بره یه شیرین زبونی بکنه، مثلا بگه تو دودوخ میخوام، مادره هزار بار دوباره میگه که این موجزو بگه، با دوربین دنبالش میره. بعد میگه که خلاصه از این بلاهایی که مادر پدر سر بچه ها میارن که برای اینستاگرام عکس و فیلم بگیرن مدلشون میکنه. همین پدر مادر سر چهارراه که کودک کار میبینن سر تکون میدن، تاسف میخورن، نگاه میکنن به بچهای کار که چطور تو آب و آتیشن، تو این روزهای سخت کمر خرج پدر، کمر کمک خرج پدر میشن. و استاد، یعنی خطاب به این پدر مادر، بچه تو هم همین وضع رو داره، فقط به جای اینکه اسیر خیابون باشه اسیر دوربینه. این هم روشه آیدین سیار سری. خب ممنون آقای بهنود و همینطور ممنون از شما. منتظر نظراتتون درباره برنامه های تلویزیون، رادیو و وبسایت هستیم. کافیه که به بی بی سی دیدبان توییت کنید، توییت هاتون رو میبینیم، یا به آدرس didban@bbc.co.uk ایمیل بزنید. با شناسه @bbc شما هم میتونید در تلگرام با ما در تماس باشید. ممنون که با ما بودید همینجا و به همراه آقای بهنود. از شما خدافظی میکنم تا هفته آینده. شب روزتون خوش.